سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو همچه کوکتل تی وی امروز اومدیم با یه اخبار رپی جدید و میخوایم بررسی کنیم اخبار این یک هفته گذشته رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال سابسکرایب کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، میریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. خب دوباره ما اینجاییم. شاید برای خیلیاتون سوال پیش بیاد که آقا چرا جمعه نذاشتی؟ و خب توی رپ حواشی هم گفتم یکم مشکل داشتم، گوشم مشکل داشت و یکم بیمار بودم و همچنین درگیر درست کردنه و هر حال فضای جدید بودیم برای برنامه و یه فصل جدید از کوکتل خواهیم داشت که با هم میریم داشته باشیمش. خیلی چیزا رو تغییر دادیم و میریم واسه یه فعالیت خفن‌تر و کلی پیشرفت. دمتون گرم، مرسی که منتظر بودید. این تقریبا یک هفته‌ای بود که ویدیو نداشتیم، اما از این بعد به طور مرتب کلی برنامه خفن. اینم بهتون بگم، توی پرشین رپ که یه سایت و یه پلتفرم موزیک برای ایران که خیلی از به هر حال آهنگایی که فیزیکی فروخته میشن، آلبومایی که پک فیزیکی فروخته میشن و به فروش میرسونه، همچنین اومده و یه پلتفرمی راه انداخته که خیلی مستقیم میتونید کارو بخرید و دیگه لازم نیست یه خواننده که میخواد کارشو بفروشه بره درگاه واس کنه و از این داستانا، خیلی مستقیم در ارتباطید با خواننده. و خب همونطور که شاید بدونید این پلتفرم اومده یه پیج یوتیوب زده و خیلی از یوتیوبرهای خوب توش هستن، مثل پرشین رپ ریاکشن، مثل دنی ریاکت، مثل رادیو اکتیو زون و همچنین من و بقیه دوستان که ممکنه بهش اضافه بشن. و خب یه برنامه باحال اونجا داریم به اسم رپ شاهکار، یکی از برنامه‌های خفن و باحالی که خودم به نظرم یکی از بهترین برنامه‌هاست که ساختم. حتما برید اونجا و سابسکرایبشون کنید که برنامه منم به زودی میاد و دو سه تا برنامه دیگه هم باشون داریم که خیلی باحاله. بهتر صحبت دیگه نکنیم، بریم به اخبار برسیم. خب تو این یک هفته گذشته آلبوم اتصالی پخش شد و کلی خب سر صدا کرد، توش کلی از رپرها بودن و همچنین بیشتر از 1,000,000 ویو گرفت توی 3-4 روز و زیر یک هفته، که خودش یه رکورده و نشون داره میده که اسپاتیفای ما چقدر داره پیشرفت میکنه. و این خبر خوبه برای تمام آرتیستای، تبریک میگیم به تیم کچی بیتس و تمام آرتیستایی که توی این آلبوم بودن. اما پریروز تولد نوید صدر عزیز بود، تولد 29 سالگی نوید صدر که یکی از رپ‌کنان خوب نسل دوممونه. تولدش رو بهش از طرف تیم کوکتل تی وی به خودش و تمام طرفداراش تبریک میگیم. محمد صباغی منیجر حسین و لیبل جوهر یه استوری گذاشت، خبر از 5 تا آلبوم داد که به نظر میاد آلبومای لیبل جوهر باشن و به نظر میاد یکی شیاد باشه که به احتمال زیاد ما امسال یاد و بالاخره بعد از مدت ها میشنویم. میرسه یه روزی میخوری زمین، نکی هم میرسه میده حال دیده و ندیدن و پا نشده شده دور دیده و کثیف، قبل اینکه ببینی کی بودی بی خودی نمیچون. تقریبا دو هفته ای هست که آلبوم جدید پوریا پوتک به اسم پیامبر برای فروش گذاشته شده، میتونید برید خریداری کنید و خب چند وقتی هست که داره دموهاش میاد و آلبوم داره معرفی میشه. نمه نمه دموه شیشمش هم یه دموه باحال بود، میریم با هم بشنویم. 100% زتا جمعی مستعد خارج از گود، توی بازی رپرهای غالبن گوه، مارکت شده فقط واسه رپرای روی مود. آره منطقی هم فکر کنی تکستاشون جالبن، خب تو مسیر این رپر اشتباهی نیست ولی بین من اون اشتراکی نیست. وقتی یه رپر دردی نداره چطور میری بهش میگی اجتماعی بنویس؟ فکر شنونده شده درگیر میذاره رو مخ اونا تاثیر، چرا باید موزیکی گوش کنه که اضافه شه دردی رو دردی؟ نمیدونم چه جوری بیان کنم این موضوع رو سوء تفاهم نشه، دوست ندارم تلاش بیکرانه یه رپر ثمرشه وقتی طلا نشه، ولی میدونی سلیقش تغییر میکنه. شنونده ای که 5 سال فقط یه گوشه منتظر آلبوم رپر مورد علاقه شه. سینا سیکاس از استعدادهای خوب نسل سمون که سابقه عضویت توی لیبل های مثل کاغذ و استپو داشته و همچنین همکاری رو داشته با حسین ابلیس، بالاخره بعد از مدت ها خبر از آهنگ جدیدش میده که مال آلبوم جدیدش هست. اسم این آهنگ کدینه و از آلبوم سیاسفید هست. سینا سیکاس یکی از استعدادهای واقعا مریض میشه گفت، یه استایل مریض باحالی داره، امیدواریم که مثل قدیم دوباره پرکار باشه و بهتر کنه. Still on roof, give a fuck about you.
نکن تو بز جیبه سمیاتم سیده فازشو نگیریده سایل تو دیگه دورش گذشته رایم تو ایده هات نمیاد گل زور نزن تیمه تش بدونه بیاد اینو بگیر. آرش مهرب که مدیر رپ فارسی هست یه استوری گذاشت که خبر از آلبوم فرکانس دو میداد. این چند روزه هم چند تا آلبوم به اسم فرکانس دو به صورت فیک اومده که ویدیوهای فان و موزیکای فان توشه، اما این استوری نشون از این میده که قرار ما به زودی آلبوم فرکانس دو رو داشته باشیم. گروه اکتاب هم با انتشار پستی خبر از آهنگ جدیدشون به اسم ببخشید اگه دادن که قراره به زودی پخش بشه. یه خبر یکم بدی که راجبشون بود اینه که خب کوشان از اعضای این گروه به کرونا مبتلا شده بود و فعلا معلوم نیست که کاملا خوب شده یا نه، براش آرزوی سلامتی داریم. تتلو یه وایس گذاشت توی تلگرامش و خبر از کارهای آینده‌اش داد. اول از همه گفت آلبوم بعدی به احتمال زیاد اسمش فرشته خواهد بود و بعد از آلبوم شیطان میاد و همچنین گفتش که یه آهنگ قرار ازش بیاد به اسم میخوام و گفت خیلی خفنه، حتی ارزش اینو داره که ماشینتو بفروشی بیای و کنسرت ببینیش. و همچنین گفت ممکنه که سام ویلسون هم توی آلبوم به هر حال شیطان باشه، معلوم نیست، اگه برسه میاد. و خب یه داستانی که هست، امیر تتلو سایت خودشو راه اندازی کرده، شما میتونید برید اونجا موزیکاشو به طور مستقیم بخرید و تمام آهنگاش و تمام موزیک ویدیوهاش هست. همچنین خیلی فیچرهای بالی داره، شما میرین اونجا ویدیوهاشو بخواید ببینید مستقیم به یوتیوبش وصل میشه میبینید و حمایت خوبیه. پس اگه از طرفدارای امیر تتلو هستید میتونید برید توی سایتش و این فرهنگی که باید باشه و فروش آثار هنری هست رو انجام بدید و خواننده مورد علاقتون رو ساپورت کنید و حمایتش کنید، اونم حمایت از حقش نه حمایت مالی. دمای سایتش رو با هم میبینیم، آدرسش هم توی دیسکریپشن هست، میتونید برید مستقیم و لذت ببرید. سلام به همه تتلیتی‌های عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. وبسایت رسمی امیر تتلو بالاخره راه اندازی شد و شما توی این وبسایت میتونید تمامی آهنگ‌ها، ویدیوکلیپ‌ها، عکس‌ها، برنامه‌ها و مصاحبه‌های امیر تتلو رو به طور کامل ببینید و بشنوید. خیلی‌ها هم دنبال یه فول آرشیو کامل از موزیکای امیر تتلو بودن. دیگه لازم نیست جایی رو بگردید. تمامی آهنگ‌های امیر تتلو رو میتونید از طریق همین وبسایت هم بشنوید و هم دانلود کنید. بخش موزیک ویدیو هم تمامی ویدیوکلیپ‌های امیر تتلو رو از اول تا الان میتونید ببینید. این قسمت رو باید با فیلتر شکن باز بکنید چون مستقیم از روی صفحه یوتیوب میتونید این کلیپ‌ها رو تماشا کنید. با ورود به قسمت مصاحبه ها شما میتونید تمامی گفتگوهای امیر تتلو با شبکه های مختلف رو به طور کامل مشاهده کنید. یه گالری خیلی خوشگل هم از عکسای با کیفیت امیر خان روی وبسایت گذاشتیم مخصوص تتلیتیا. پس بجنبید و همین الان وارد سایت tatalu.co بشید و از همه این برنامه ها استفاده کنید. معراج با یه استوری خبر از آهنگ جدیدش به اسم پوسکول افتاد که قراره به زودی پخش بشه. تو هفته ای که گذشت شاهد عکسایی بودیم از علیبی، رضا پیشرو و سیناب که منتشر شد. نسبت به حرفایی که به هر حال زدن و نوشته‌هایی که گذاشتن زیرش به نظر میاد که ما همکاری علیبی و رضا پیشرو رو به زودی خواهیم داشت. آهنگ بدون وقفه رو داشتیم از پایا که این روزها پرکار شده به همراهی امیر اوگو. همیشه تو مرکز رقص دنبالی کشمش نه که بخرم چند فر ونجت شخصت من کر وقت رفت بیه مغزم شری و درم و دوشم چند فر سخت بپیچم بکنم چند شب. اولین سینگل ترک آلبوم زاخار اصلی رو داشتیم به اسم منهای، یک از سهراب امجی و هیدن. کردیم دیگه دورا رو سفید، این کله بود جور سهراب و کشید صدامونو دارین از تو خیابون، همه دست تو جیبامون، پامون هست پوتینامون، هنو شروع کردیم مؤمن های یک. همکاری مشترکی رو داشتیم از آتور به همراهی دیارا و رز و همچنین یه پادکستی داشتن، خب پادکست برخوردار رو شاید خیلیاتون شنیده باشید، از پادکست های آتور عزیز هست و خب من لینک ساند کلاودشون رو میذارم، هم میتونید آهنگ رو گوش کنید هم پادکست برخوردار رو که دیارا و رز توش حضور دارن. رو به رو خود من تو حالات رشتم، رو به رود منم من مشت روی مشتم، دمت گرم و دمم گرم و سرت سبز و سرم سبز بتن. آهنگ دومپرینون رو داشتیم از پارسالیب که به صورت اختصاصی از رادیو جوان پخش شد. دومپرینون لبریز تو لیوان
همه چی آرومه، عقربه هایی که میچرخه وارونه، سب کن پر دود شده خونه صبح زود. آهنگ هیدر از حامد فرد. هیدر هیدر بگو بری ساکه بری مالا بالا چت کنیم، هیدر بدر بشیم همه خیابوناشونو دادا مت کنیم، تهدید میکنی سرگاه چرا جلدی میبری جریمه ها رو دست. موزیک ویدیو شهرمن رو داشتیم از یانگ سادن به همراهی یانگ مو که به صورت اختصاصی از کانال یوتیوبشون پخش شد. اجرای جدیدی رو داشتیم از وایزی. میزنم دست منچ وایسا وایسا میخونم مثل فنچ فنچی فنچی ترو نیست یکی ته جلو جلو روی بیت چت چت میزنم دست منچ بگو بگو میخونم مثل فنچ فنچی فنچی دوتا شاب توی هد گیرم هم توی ریل لامسه از دلو رو خواهیم داشت که قراره به زودی پخش بشه اگه اشتباه نکنم، از آلبوم عکسش هست که اونم خب قراره به زودی بیاد. قبلا هم یه سینگل ترک ازش بود به اسم زیرزمینی که حتی ریاکتش هم با هم رفتیم. اجرای جدیدی از ملکه رو داشتیم که قراره به زودی به صورت ترک در بیاد و عرضه بشه. رب نکن دیگه قصد شده سبکت، میکوبم محکم با می تو فکت، یه نگاه بنده به دور و برت ببین موزیکات پر منتقد، هیپ هاپ مال من ملکش. مثل چی رو داشتیم از وطنی که از استعدادهای خوب دختر این روزهای رپ فارسیه که تو سبک و سیاق اولد اسکول کار میکنه. اگه با کارش حال کردید حتما حمایتش کنید. گاهی وقتا صورتت مال تو نیست، گاهی وقتا چشمات تو کاسه رو نیست، گاهی وقتا هم تو گوشات دیستی و حس می کنی ولی صداها بیچی، بارون بوی خاک خاک بوی باد دستامو کندن ففره ها با همو هرکت. خب این بوده از اخبار رپی این چند وقت، امیدوارم که لذت برده باشید. نظری انتقادی پیشنهادی هر چیزی دارید حتما بنویسید که خونده میشه و به هر حال اگه نقدا درست باشه سعی میکنیم اون مشکل رو درست کنیم، اگه پیشنهاد خوبی باشه حتما میریم سمتش و اجرایش میکنیم. نظرتون رو درباره بک‌گراند و استایل جدید برنامه بنویسید و همچنین منتظر کلی برنامه خفن باشید. پرشین رپ کورم یادتون نره برید و فالو کنید، یعنی سابسکرایب کنید که کلی اتفاقای خوب قراره اونجا بیفته. هر چی حمایت بیشتر باشه خب کارا خفن تر میشه. دمتون گرم، مرسی و ببخشید به خاطر این چند وقته که من یکم واقعا نمیتونستم، هم داشتم رنج میبردم از گوش درد و هم کلی کارهای دیگه بود و بیکار نشسته بودیم. و دمتون گرم، مصاحبه کچی بیت سم ترکوندین و یادتون نره حتما کامنت بذارید. قوره کشی تقریبا 5 روز دیگه است، میریم برای 3 تا پک فیزیکی آلبوم اتصالی و امیدوارم که لذت برده باشید و دمتون گرم به خاطر همه حمایتتون. صحبت دیگه باقی نمیمونه، امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بم باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.